درود بر شما. جمعه 14 بهمن 1390 خورشیدی و 3 فوریه 2012 میلادی به برنامه صفحه آخر خوش آمدید. صفحه آخر جمعه ها 8 تا 8.30 شب از طریق نظرسنجی از شما به یک یا چند نفر از کسایی که در اخبار هفته بودن میپردازه و یک صورت مسئله سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی رو مطرح میکنه. قبل از هر چیز اجازه بدید بریم نتیجه نظرسنجی هفته پیش رو بر صفحه فیسبوک برنامه ببینیم. پرسش این بود، چنان که میبینید، کدام یک از افراد نام برده در زیر را در صفحه آخر جمعه آینده یعنی امروز با دقت بیشتری نگاه کنیم؟ مهدی خزعلی، محمد خاتمی، احمد صدر حاجسه جوادی و رضا شهابی. رأی بیشتر شما به مهدی خزعلی بوده است. امشب نام مهدی خزعلی، محسن قرائتی و محمد رضا عالی پیام متخلص به هالو در صفحه آخر است. مهدی خزعلی بعد از 25 روز اعتصاب قضا دیروز به بهداری بند 350 اوین منتقل شد بر اثر خونریزی معده. مهدی خزعلی برای 5 بار در 19 دی ماه بازداشت شد و به سلول انفرادی برده شد. به گفته اعضای خانواده او، بازداشت با خشونت شدید مأموران حکومت همراه بوده و استخوان یک دست و دندان مهدی خزعلی شکسته است. در ملاقات کوتاهی که خانواده خزعلی با او هفته پیش در اوین داشتند، او را لاغر شده و دست به گردن آویخته دیدند. گفته می شود که از پری روز چهارشنبه مهدی خزعلی به بند 350 اوین، بند عمومی منتقل شده و دوره انفرادیش ظاهراً به سر آمده است. درباره مهدی خزعلی بیشتر بدانیم. نام مهدی خزعلی نخستین بار در پیوند با سریال تلویزیونی هویت در سالهای 75 و 76 مطرح شد. در پی پخش برنامه‌های تلویزیونی هویت بود که قتل روشنفکران و نویسندگان گسترش یافت و قتل‌های پاییز 77 موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توسط شماری از کارمندان وزارت اطلاعات از جمله معاون وزارت سعید امامی صورت گرفت. مهدی خزعلی از اوایل دهه 80 خورشیدی به اصلاح طلبان جمهوری اسلامی پیوست و در وبلاگ خود نوشت: اولا من هیچ ارتباط تشکیلاتی و کاری با سعید امامی نداشتم و گفتگوی من با او در حوزه تئوری و بحث دینی و فرهنگی بوده است. ثانیا در برنامه تلویزیونی هویت هیچ دخالتی نداشتم، اما آن برنامه تلویزیونی را به صورت مستند مکتوب منتشر کردم. مهدی خزعلی همچنین در وبلاگش از جلساتی میگوید که باند ترور سعید امامی در محل انتشاراتی مهدی خزعلی برگزار میکرده، اما اضافه میکند که او ربطی به آن باند ترور نداشته و دستش به جنایتی آلوده نیست. مهدی خزعلی اما آشنایی و نزدیکیش با سعید امامی را پنهان نکرده و در گفتگوی تلویزیونی از دبی با صدای آمریکا در خرداد 87 از تجربه هایش در این زمینه میگوید و تا حدودی راز برخی از قتل های حکومتی را هم فاش میکند. بعد از ترور بختیار من یه صحبتی داشتم با ایشون با آقای سعید امامی. بله. یکی از متدهایی نقش شد که میان داروی یک بیماری رو، یک دونه از اون قوطی قرص ستاییش رو، یک دونه رو های دوز میکنن که در واقع از دوز درمانی تبدیل میشه به دوز کشنده و سمی و توکسیک. اون فرد وقتی که در اون 100 روزی که در اون 100 شبی که داره این قرص رو میخوره، وقتی میرسه به اون یه دونه قرص، اون یه دونه رو میخوره و بعد هم خب فوت میکنه. در خونه او سمی نمیبینن، در خونه او همون دارویی میبینن که همیشه میخورده. یه همچین چیزی وقتی مطرح شده در اون جلسه، ای کاش میشد سطح سرومی داروهای مرحوم صدر احمد آقا فرزند امام رو میگرفتن و من انتظار این بود که پیگیر بشیم عناصر خودسر، نکنه خدا نکرده فرزند و یادگار امام رو حذف کرده باشن. دکتر کاظم سامی که در 4 آذر روز تولد بنده ایشون کشته میشه، اولا که دادستان وقت میگه اون روز از زبان زن قاتل محمد جلیلیان میفرماید که اون روز کسی به اسم احمدی نژاد زنگ میزنه و از ایشون دعوت میکنه در دفتر آقای شریعت مداری و بعد آقای جلیلیان میره و با مقداری پول برمیگرده به خونه و پول‌ها رو بزنش میده و به اون قتل رو انجام میده. تا اینجای کار و بعد میگه ما شریعت مداری و احمدی نژاد رو 3 روز بازداشت کردیم. حسین شریعت مداری. حداقل ملت باید ببینه 3 روز بازداشت. حسین شریعت مداری. بله. من میخوام بگم این بله.
من میخوام بگم این بازداشت 3 روزه بعد از قتل سامی و قتل قاتل سامی، خب نتیجهش ملت متوجه نشد چی شد؟ پرسش این است آیا مهدی خزعلی عوض شده و به رغم گذشتش به آزادی خواهی پیوسته است یا جمهوری اسلامی آنچه قرار بود نشده و مهدی خزعلی و اصلاح طلبان دیگر معتقد به اصل نظام با این انحراف مبارزه می کنند؟ گفتگوهایی که دیدید، پاره‌ای از گفتگویی که دیدید با دکتر مهدی خزعلی در خرداد 3 سال پیش 1387 در برنامه روی خط صدای آمریکا انجام شده بود. به سراغ مهمان برنامه میریم، آقای ایرج مستاقی، فعال مستقل سیاسی که از سال 60 تا 70 زندانی بودند و از ایشون کتاب‌ها و رساله‌هایی در حقوق بشر از جمله درباره زندان‌های جمهوری اسلامی و روانکاوی شکنجه و تواب منتشر شده است. آقای مستاقی از سوئد با ما هستند. آقای ایرج مستاقی درود بر شما، بفرمایید که پرسش اساسی این است در پیوند با آقای مهدی خزعلی و دیگر اصلاح طلبانی که پیش از این بویژه در دهه نخست و شاید در دهه بعد از انقلاب درون ساختار حکومت و جزو حاکمان بودند و الان در واقع در شمار مغلوبان حکومت هستند، آیا اینها عوض شدند یا جمهوری اسلامی عوض شده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز. ببینید من باید در این رابطه اضافه کنم که اون چی که در سالهای اخیر، در 2-3 سال اخیر اتفاق افتاده در واقع ادامه اون چیزیست که از فردای انقلاب ضد سلطنتی یا بهتر بگم انقلاب اسلامی که بعد از 22 بهمن سال 57 شروع شد ادامه پیدا کرده. اون چه که امروز ما میبینیم بنای جمهوری اسلامی، سنگ اولش رو خمینی در سال 57 گذاشت و تا امروز ما شاهد و ناظر اون هستیم. ببینید اون چرا که امروز آقای لاریجانی در ارتباط با مراجع بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی دنبال میکنن، آقای محمد جواد لاریجانی در سالهای گذشته اتفاقا همین دوستان آقای خزعلی یا جناب خاتمی و اصلاح طلبان درون نظام دنبال میکردن. اگر شما مراجعه کنید به دیدگاه های آقایان در مذاکراتی که یا مصاحبه هایی که با آقای رینالدو گالیندوپور دومین گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران داشتن، شما ملاحظه میکنید که مثلا آقای امینزاده که اون موقع معاون آقای خاتمی بودن در وزارت ارشاد به صراحت با آقای بهشون میگن که ما با سازمان‌های بین‌المللی مشکل داریم، ما به اونا بدبین هستیم و طول میکشه تا ایران مسائلش رو با نهادهای بین‌المللی حل و فصل کنه. این همون چیزیست که امروز آقای لاریجانی میگن. من بسیار متاسفم برای اون چه که برای آقای امینزاده امروز در زندان اتفاق میفته یا برای آقای خزعلی و دیگران. در هر صورت میبایستی از حقوق اینها دفاع کرد، اما نبایستی فراموش کرد که همینها در دوران گذشته در نقض حقوق بشر در ایران مشارکت داشتن. ببینید آقای خاتمی در دورانش که ایشون در قدرت حضور داشتن در سال 2002 با تلاشی که دولت آقای خاتمی به ویژه وزارت امور خارجش که معاونتش با آقای امینزاده بود، ببینید در اون دوران تلاش کردن با همکاری دولت‌های اسلامی و آفریقایی و دولت‌های ناقض حقوق بشر قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رو ملغا کنن در کمیسیون حقوق بشر و پایان بدن به مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر. ببینید اون روزها لیبی، بحرین، عربستان سعودی، سودان، پاکستان، سوریه، اندونزی، سنگال، الجزایر، چین، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، توگو، ونزوئلا، ویتنام، روسیه و ارمنستان همراه با نظام جمهوری اسلامی بودن. ببینید اون قطعنامه رو که اینها ملغا کردن، ببینید نتیجهش چه شد؟ نتیجهش وضعیت وخامتبار حقوق بشر در ایران شد. آقای مستاقی شما انتظار دارید که رئیس جمهور اسلامی ایران قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رو که بخشش قطعا در دوره همون ریاست جمهوری هم هست تلاش نکنه که اون رو نقض بکنه و تلاش نکنه در برابرش بایسته؟ یعنی انتظار دارید که آقای خاتمی مثلا قطعنامه ای رو که آقای گالیندوپول نوشته بود ازش گزارش که آقای گالیندوپول نوشته بود از حقوق بشر و باعث قطعنامه محکومیت ایران میخواست بشه ازش دفاع بکنه؟
ببینید من این میگم خدمت، البته اون موقع آقای کاپیتون گزارشگر ویژه بودن و تغییر کرده بودن به خاطر عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی. ببینید عرضم همینه، فرقی نمیکنه، هر یک از دولت هایی که در ایران در قدرت بودن از سال 60 به این طرف، چه دولت آقای موسوی، چه دولت آقای رفسنجانی، چه دولت آقای خاتمی و امروز دولت آقای احمدی نژاد، یک رسالت رو دارن و اون اینه که در سطح بین المللی مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو کتمان بکنن، اونها رو منحرف بکنن و اطلاعات نادرست به مراجع بین المللی بدن. این چیزیست که ما در طول سالهای گذشته شاهدش بودیم. ببینید اون چی که در جمهوری اسلامی امروز اتفاق میفته مسئله ای نیست که تنها بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 بوده باشه، ما قبلا هم شاهد این موارد بودیم. ببینید امروز بله، من بسیار متاسفم برای اون چیزی که برای خانواده های زندانیان سیاسی امروز اتفاق میفته. امروز آقای خزعلی مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، دستشون در میشکنه، دندانشون میشکنه. من بسیار متاسفم، اما توجه داشته باشید در دهه 60 خانم بهناز شرقی رو که اومده بود فقط برادرش رو در زندان شب عید ملاقات کنه، سرش رو لای در گذاشتن جلوی فرزند 6 سالش و این خون بر زمین موند و تا به امروز این حق در واقع پاسخگوی این حق نشدن. آقای مستاقی ببینید، پرسش این است که فراتر از آنچه که در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران منتشر شده است، پاره ایشو همه میدانند، پرسش این است که آیا به هر حال اینها افرادی هستند که در شمار نخبگان جمهوری اسلامی هم هستند بسیاریشون و از جنبش آزادی خواهی در ایران به نوعی امروز دارن دفاع میکنن در برابر سلطه انحصار طلبی قدرت سیاسی و دینی در ایران آنطور که خودشون میگن، چگونه باید برخورد کرد با اینها؟ اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگر برنامه، آقای علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از مسئولان تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت در دهه 70 و زندانی سیاسی پیشین که در خدمتشون هستیم در استودیو. درود بر شما، خواهش می‌کنم پرسشی که کردم رو شما پاسخ بفرمایید تا برگردیم آقای مستاقی. بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین آقای مستاقی و بینندگان عزیز برنامه. ببینید خب این تفاوت‌ها رو به هر حال باید در نظر گرفت، البته در این که یک سری ویژگی‌های مشترک وجود داشته به لحاظ کلیت ساختار حکومت، ولی جمهوری اسلامی از ابتدا تا بکنه هیچ وقت سیمای یک دستی رو نداشته و طیف‌های مختلفی در داخل اون بودن و تحولاتی رو هم پیدا کرده، حالا این چه نیروهایی که هیئت حاکمه رو تشکیل میدادن و بعضا افرادی هم که در مقاطعی همکاری میکردن، اینها هم مشمول تغییراتی شدن. حکم واحدی رو واقعا نمیشه داد که اینا همه مثلا به اصطلاح یک ویژگی رو داشتن، یا مثلا اینا وقتی که حکومت حذف کرد به این دیدگاه رسیدن، یا بالعکس کسی که اومده بیرون صرفا از ابتدا همین گونه فکر میکرده. این به نظر من دو برداشت غلطی هستش که امروز تقریبا در داوری های پیرامون این مسئله وجود داره. اما بخوام برگردیم به اصطلاح به گذشته، قطعا در دهه 60 شاید تیره ترین دوران به لحاظ نقض حقوق بشر هست، این حال در این شکی نیست. اما این که ما دولت خاتمی رو با دولت دهه دولت‌های دهه 60 و دولت احمدی رو یکی بدونیم، به نظر من این هم نه با واقعیات تطابق داره و نه کمکی هم به حل مسئله میکنه. در دولت خاتمی سیاست کلی این دولت این بود که نقض حقوق بشر در داخل ایران کاهش بده. حالا ممکنه